در همین رابطه بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقایان موینگل سمکنی رئیس حزب حق و عدالت که در استودیوی سوم تلونیوس حضور یافتن و آقای فضل هادی وزین استاد دانشگاه که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای سمکنی، اگر بس را با شما آغاز بکنیم، گزارش را شنیدین وزارت عدلیه فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان ممنوع اعلام کرده و گفته که فعالیت احزاب نه اساس شرعی داره، نه منفعتش برای مردم است و نه هم مردم میخواید. شما که رئیس یک حزب هستین، دیدگاهتان در رابطه با این تصمیم حکومت چی است؟ تشکر دلوی بخون که مهربان الله په نامه تاسو ته وړې رو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونی که هیلی وړاندې کوو. دا چې محترم د عدلی وزیر صاحب څرګندونې کړي دي، زموږ دا فکر دی چې که چیرې په یوه کور کې د اعضاو ترمنځ خپل دندې او مسؤلیتونه ونه ویشل شي، نو فکر نه کیږي چې په هغه کور کې دې ګډ ژوند وشي. نو دې ته په کتو سره ګوندونه هغه خلک چې د صاحب د نظر وي، سیاسي انګیزه غواړي چې ولري، هغه په خپل محور کې رااخلي. ګوندونه که چیرې د مناسبو برنامو سره مخ ته لاړ شي، زما فکر دا یوه اړتیا ده په ټولنه کې. هیله دا ده چې د ولسونو اړتیاو ته هم اسلامی امارت فکر وکړي. درست، شما گفتین که نیاز است در جامعه احزاب حضور داشته باشند و فعالیت بکنند، اما وقت وزارت عدلیه میگه که اساس شرعی نداره ادامه فعالیت این نهادها و منفعت هم دقیقا که گفتن ندارن، شما چی میگین؟ چرا پس تأکید شما برای ادامه فعالیت این حزبهای سیاسی و طبعا که تا اینجای کار حزبهای متعدد در افغانستان فعالیت داشتن است و میخواین که فعالیت هم داشته باشند؟ د ذکر له تروسه پورې په هیواد کې اساسي قانون نشته چې د هغه پر مټ باندې سیاسي پریکړې ونیولی شي. نو زه په دې ملحوظ وایم چې راځئ د دې نه چې ګوندونه ملغا شي په دې باندې کار وکړو چې یو اساسي قانون ولرو، د نظام د بڼې څرنګوالی ولرو، کورنۍ او بهرنۍ پالیسي ولرو، د نړیوال تروریزم په مورد تصمیم ولرو، د نشایي توکو موادو په مورد یو تصمیم ولرو، بشري حقوق چې هغه د ښځې او نر د کار او د تحصیل مسله ده، او دا خاوره د بل په مقابل کې چې نړیوالې رانه غواړي په دې باندې یو سوچ وکړو. علاوه د دې نه داسې یو حکومت ولرو چې په هغه کې د ټولو افغانانو شتون پکې وي، د هر صنف خلک وي پکې، چې تر څو د دښمنانو دپاره دغه فرصت رامنځته نه شي چې تر څو زموږ په ټولنه کې د بېاتفاقۍ ګوتې ووهي او موږ بالاخره بیا یو داسې جنګ ته ورټیل ویلی شو چې تر څو په افغانستان کې بیا خپلمنځي اختلافات رامنځته شي، او د کومې لاسته راوړنې چې اوس لرو فلحال دپاره چې دا بیا له لاسه ورنه کړو. درست، اما در میان امین موارد را که شما اشاره کردین، فعالیت احزاب سیاسی چی میشه؟ شما اشاره ای داشتین برای ادامه فعالیت احزاب سیاسی. دقیقا حزب شما تا اینجای کار چقدر در قضایای سیاسی افغانستان نقش داشته و دستاوردش چی بوده که حالا تاکید برای ادامه فعالیتش دارین؟ مونږ حزب د حق و عدالت ګوند په تیر کې هم خپل مثبت رول لوبولی، ځکه چې مونږ د حزب د جوړښت یو لامل دا و چې مونږ د تیرو نه د تجربې په اخیستو سره داسې یو ټولیزه برنامه مو جوړه کړې وه چې هغه هم په اسلامي هم په افغاني ارزښتونو باندې ولاړه برنامه ده. نو اوس دپاره چې کله د اسلامي امارت رامنځته شوی دی، که غواړي نه غواړي د دوی د هدایتو پر مطابق چې پخوا هم کړي و مونږ هغسې غونډې نه دي کړي. نو هیله دا ده چې د بندېدو خبره یې لږه مناسبه غیر مناسبه برېښي. علاوه د دې نه ګوندونه خو اوس رسماً فعالیت هم نه لري، او نه ټاکنې شته چې د هغو دپاره فعالیت وکړي، او نه سیاسي کشمکش ته. نو دلته خو یو ډول حکومت حاکم دی، نو د دغه حاکمیت تر لاندې خو اوسه پورې حزبونه فعالیت هم نه لري.
سپاس گزارتان. آقای وزین، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. گزارش را شنیدین، امین گونه صحبت های آقای سمکنی را در رابطه به ممنوعیت فعالیت نهادهای سیاسی در افغانستان. دیدگاه شما در امین مورد چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض سلام خدمت شما، خواهر گرامی خدمت آقای سمکنی و بینندگان محترم تلویزیون شما. سپاس. من سخنان سرپرست محترم وزارت عدلیه را شنیدم. در این مورد من روی چند نقطه میخوام تمرکز بکنم. اول اینکه ایشان فرمودند که وجود احزاب اساس شرعی ندارد. این سخن ایشان درست نیست. یعنی در حقیقت وجود احزاب در حقیقت از نظر شرعی هیچ نسلی در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود ندارد که مشروعیت احزاب را زیر سوال ببرد یا این را بگوید که تشکیل احزاب مشروعیت ندارد، شرعی نیست. بالعکس از نظر شرعی حزب تجمع به خاطر تحقق اهداف درست و مفید و اهداف خیر و کمک و همکاری با یکدیگر در کارهایی که به نفع ملت و جامعه و مردم و اسلام است، این یک فریضه هست. و الله تعالی سه آیات علی الاقل در قرآن کریم خطاب شما ذکر میکنم که الله تعالی میفرماید فتعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. شما با یکدیگر در کارهای خیر همکاری بکنید، در کار شر همکاری نکنید. بنابراین تجمع این تشکیل یک حزب، اگر اجازه بدهید من تکمیل بکنم، اگر تشکیل یک حزب و سازمان و نهاد برای کار خیر باشد، این واجب هست، فرض است. و همچنان الله متعال میفرماید که پس تلقوا الخیرات، شما در کارهای خیر با هم تنافس بکنید. احزاب برای بهبود جامعه، خیر جامعه، پیشرفت جامعه برنامه ها دارند و در کار خیر مسابقه و تنافس و رقابت وجود می داشته باشد. این هم درست است. قاعده شرعی هست که ما لا یتم الواجب الا به واجب. هر اگر چیزی فرض باشد برای تحقق آن فرض و واجب، وسیله که به کار گرفته می شود هم واجب است. اگر پیشرفت، ترقی، تحقق عدالت، خیر در جامعه فرض و واجب است، بنابراین تشکیل احزاب و تجمع بر روی اهداف و برنامه ها این هم واجب و فرض است. بنابراین نه تنها وجود احزاب در چوکات قانون و شریعت اسلامی نه تنها محضوع و ممنوع است، بلکه حکم فرض و واجب را میکند. این یک نقطه دیگر این است که درباره منافع ملی گفتند. منافع ملی یعنی اول این باید تعریف شود. درست است که ما متاسفانه تجربه احزاب در 20 سال گذشته تجربه درست نبود. آمریکایی ها و ناتو برای پروژه مانند هر پروژه دیگر حزب درست میکنند و حزب وسیله یک درآمد بود، اما به خاطر سوء استفاده برخی ها از حزب و حزب سیاسی نباید اصل را باید ممنوع بکنیم. به طور مثال مردم از اسلام سوء استفاده میکنند، از شریعت سوء استفاده میکنند، از جهاد سوء استفاده میکنند، از چیزهای دیگر سوء استفاده میکنند. لکن سوء استفاده از یک مبدا، از یک اصل، یک دین به معنای لغو و نقض اساس بنیاد نمیشود. نقطه سوم این است که در سخنان وزیر محترم اصلیت تناقض وجود دارد. اگر حرکت طالبان یک حزب است، یک جریان است، یک تنظیم است، بر کدام اساس حرکت طالبان حق دارد تا این حزب حکومت بکند و وجود داشته باشد، اما بقیه احزاب ممنوع و منحل شود؟ این یک تناقض است. یعنی بس به قول فقها ترجیح بلا مرجح است. یعنی دلیل وجود ندارد که برای من اجازه است که حرکت طالبان داشته باشم، حزب و تنظیم داشته باشم، اما برای همه مردم افغانستان، برای همه ایران ممنوع است. نقطه چهارم این است که بنابراین این حرف درست نیست. نقطه چهارم این است که تجربه نادرست احزاب نباید دلیل نمی شود که ما همه را به یک چشم ببینیم. در احزاب باوجود تجارب منفی نقاط بسیار مثبت هم داشتن. درست آقای وزین، اما در امین رابطه شما حالا صحبت های آقای سمکنی را شنیدین که اونا با عنوان رئیس یک اسب صحبت میکنن، گفتن که وقت انتخابات در کار نیست و حالا امارت اسلامی یک ساختار داره که امیرالمومنین وجود داره و بر مبنای امو امگی بیعت میکنن و دیگر انتخابات در کار نیست و قدرت گیری از رای انتخابات مطرح بس نیست. بنابراین حضور و فعالیت حزب ها دیگر نمیتونه چندان کارایی داشته باشد و حالا هم اشاره کردن که زیر چتر حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان تا اینجای کارم احزاب فعالیت درست نداشتند. دیدگاه شما در این رابطه چی است؟ ببینید اصلا اساس مطلق حزب احزاب و کشتن صدای مخالف، صدای انتقاد، نصیحت، توصیه، این زمینه را برای استبداد و اختناق هموار میکنند، زمینه را برای دیکتاتوری هموار میکنند. و دیکتاتور بودن نهج فراعنه است. فرعون میگفت در گذشته ها در قرآن است که و ما اوریکم الا ما ارى و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. یعنی دیکتاتور و کسی که دیکتاتور است و کسی که فرعون
یا هر کس دیگری در طول تاریخ به نهج فرعون رفته است، به این معنی است آنچه که من میگویم درست است، همین درست است، همین رای میک است و دیگران را نفی میکنند. شما در حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان دیدید که چگونه حکومت تکذیبی بود در کشورهای مانند کره شمالی و کشورهای دیگری که یعنی این نهج وجود دارد. بنان وجود فقدان احزاب، انحلال احزاب، من احزاب زمینه را برای استبداد و اختلاق و دیکتاتوری هموار میکند و این خطرناک است. حکومت باید این فیصله را پس بگیرد، باید وجود احزاب و حضور احزاب در چوکات قانون باید قانونمند شود، یعنی بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب باید حدود و ثغور تشکیل حزب و چگونگی عملکرد حزب باید مشخص شود. ما در موجود احزاب دو نقطه اساسی داریم، دو شرط محظور و ممنوع. یکی اینکه حزبی که برخلاف قانون و برخلاف قانون اساسی در مخالفت با اسلام قرار داشته باشد، طبعا این جایز مجوز ندارد که فعالیت بکند، این تشکیل شود. دوم، حزبی که بر اساس قوم و بر اساس زبان و بر اساس تقسیم کردن ملت بر اساس قوم و زبان و مذهب تأسیس شود تا مردم را پارچه پارچه بکند، طبعا این نیز از قانون باید منظور باشد. اما در چوکات قانون و در روی آنچه قانون تنظیم میکند، وجود و حضور احزاب برای خیر و فلاح جامعه، برای رقابت سلیم، برای احتساب حکومت، اپوزیسیون حکومت، مخالفت با حکومت، احتساب حکومت، نصیحت با حکومت و نشاندهی نقاط ضعف حکومت، این یک اساس است. و از نظر تاریخی ما در طول تاریخ اسلام ما این داشتیم. شما مذاهب اسلامی متعدد، مذاهب فقهی متعدد وجود دارد، مذاهب اعتقادی متعدد وجود دارد، فرقه های متعدد در داخل اسلام وجود داشته است. این همه دلالت میکند به تنوع و تکثر در جامعه. اما کسی بیاد که تنها خود را معیار حق بداند و این را بگوید که آنچه من میگویم حق است، آنچه که شما میگید نادرست است و همه حق را من احتکار میکنم، این نهج فرعون است و ما را به حکومت طواغیت میبرد، اختناق ایجاد میکند، استبداد ایجاد میکند، ظلم ایجاد میکند. و در اخیر باید بگویم که اگر حکومت جلب حضور رسمی احزاب را بگیرد، احزاب به گونه سری و زیرزمینی کار میکنند و این به مراتب خطرناکتر است از کار علنی. این نقطه آخری است که این حکومت اصلا صلاحیت لغو احزاب را ندارد. این حکومت بر اساس نتیجه جنگ و بر اساس زور قدرت تسلیم شده است و حکومت مقام وقت باید قانون اساسی تصمیم شود، تدبیر شود، تصمیم شود، دولت بر اساس قانون اساسی اخته شود، حکومت اخته شود و بعد سرنوشت احزاب و چگونگی تشکیل و عمل احزاب در افغانستان باید قانونمند شود. سپاسگزارتان. آقای سمکنه، شما صحبت های آقای وزین را شنیدین. اگر گفتن اگر احزاب فعالیتشان من اعلام شود، بناهن فضا برای استبداد و اختناق در داخل افغانستان باز میشه. اما این طرف عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه میگه که عامل بدبختی افغانستان تا اینجای کار احزاب سیاسی بودن. دیدگاه شما چی است؟ احزاب سیاسی در داخل افغانستان برای نفع حکومت ها کار میکنن یا برای اصلاح؟ په ځینو مواردو کې مونږ افغانستان دریمه نه چې په څلورمه درجه هیواد کې راځو، له بده مرغه د څلورمه درجه هیواد به څه تصمیمونه وي، څه د حکومت به تصمیم وي او څه به د ګوندونو تصمیمونه وي. نو په تیر کې هم د ګوندونو نه له بده مرغه چابزاري ګټه اخیستل شوې ده. دا هم د بهرانیانو یوه پروژه وه چې تر څو دغسې دیموکراتیکې موسسې دوی بدنامې کړي. نو ګوندونه بد نه دي، خو د ګوندونو برنامې هغه باید وپلټلی شي او داسې یو میکانیزم ورته جوړ شي چې په هغه کې هم اسلامي هم افغاني ارزښتونه نغښتي وي چې تر څو حزب فعالیت وکړي. دا چې کله یو ګوندي سیستم رامنځته کیږي په هغه کې خو طبیعي ده، ځکه د یو فکر خلک د هیواد په مورد باندې پریکړې کوي او که چیرې متبر ګوندونه وي، هغه ګوندونه چې هغوی برنامې د هیواد د نفع دپاره وي، د ولس د نفع دپاره وي او د هیواد لوړې ګټې په نپام کې لري، هغه کولی شي چې په لویو تصمیمونو کې د هیواد برخه واخلي. خو مهمه دا ده چې دلته موږ له دې نه ویره لرو چې داسې نه شي چې ملک یوې بلې لورې ته سوق شي او دیکتاتوری ته سوق شي، خدای دې نه کړي. درسته، افغانستان با کدام راه بر سوی دیکتاتوری سوق میشه؟ آیا ادامه امین روند که حزب ها فعالیتشان را ادامه بدن یا نه وقت فعالیت حزب ها متوقف شود و ملغا شود این روند جاری خواهد شد؟ زه وایم چې د دې په عوض چې دوی ګوندونه لغوه کړي،
د ګوندونو دپاره د یوه کوټلې برنامه جوړه کړي. هغه برنامه چې د افغانستان په اسلامي او په افغاني ارزښتونو باندې ولاړه برنامه وي، هغوی د فعالیت کوي. مثال به موږ ایران راوړو، په ایران کې هم شرعي نظام دی، هغه کې د امیر المؤمنین حیثیت لري خپله خمنه ای، او هغلته رهبري شورا لري چې ملک اداره کوي، همداسې ریاست جمهوري لري، د ولسی جرګې دواړه خونې لري، د هغو دپاره ټاکنې کېږي، ګوندونه په خپل منځ کې سیالي کوي. درست آقای سمکنی، با توجه به صحبت های پیشتر شما که گفتین در شرایط کنونی که افغانستان دیگر محال برای انتخابات نداره و حاکمیت کنونی و نظام کنونی وقت از امیرالمومنین صحبت میکنه و از عدم برگزاری انتخابات، فکر میکنین احزاب سیاسی برای چی فعالیت میکنن و دقیقا کارشان چی است در امین اوضای کنونی؟ البته ما مخکې به دا خبره نه تاکید وکړو چې کله اسلامي امارات راغلو، په هغه وخت کې ګوندونو عملا کار متوقف کړی دی، دوی کار نه کوه، اوس هم کار نشي کولی، ځکه چې کله سیاسي ناستې نشي کولی نو د ګوند فعالیت به څه وي. خو بیا هم موږ دا وایو چې وزارت عدلیه دی، د ګوندونو د مشرانو سره په صلاح او مشورې یوه مشوره وکړي چې د دغې بحران دپاره د حل یوه لاره پیدا کړي، چې تر څو پورې موږ ټول ارزښتونه وساتو. چې نړۍ هسې موږ ته زیات شمېر غوښتنې زموږ په میز باندې کېږدي، نو دا د هېواد بله دین نه ور اضافه کېږي. زه وایم چې آیا د ګوندونو د مشرانو نه چې یو دوی یو پتانسیال د کاري هم لري، دوی کولی شي چې د ګوندونو ته یوه بله داسې لاره پیدا کړي چې نه د ګوندونو فعالیت پکې ولاړ وي او هم یې د خپل ولس او د حکومت سره مرسته کړې وي په دغه اساسو شرایطو کې. نو زموږ فکر دا دی چې نفی کول د افغانستان په تاریخ کې ستونزې راولاړوي. په تیر کې هم موږ لیدلي دي، شاید د حال یو. نو فکر کوم چې په دا کې به اسلامي امارت که وشوی کولی چې یو له سره بیا غور بررسي وکړي او صلاح مشوره وکړي د سیاسي احزابو سره چې په څه باندې سره صلاح کیږي، یو اړخیزه پریکړه بیا هم د خفګان باعث ګرځي. سپاسګزارتان آقای سمکنی، ممنونتان. حالا همیان برنامه کوتاه و به دنبال آن ادامه بحث را بیننده باشید. ادامه بحث را در رابطه به تصمیم وزارت عدلیه درباره منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان بیننده هستید. آقای وزین، ظاهرا دیدگاه ها در افغانستان با توجه به صحبت های آقای شرعی این است که سبب ویرانی افغانستان احزاب سیاسی بوده در امین تاریخی که افغانستان داره، اما پرسش اساسی ای است که نفس احزاب و حضور و فعالیتشان در یک جامعه خراب میتونه باشه یا نه، از فعالیت های امین احزاب در افغانستان به گونه درست استفاده نشد و حالا وقتی یک چنین مسائل از سوی وزارت عدلیه سر داده میشه، منظورشان مسائلی است که در داخل افغانستان شکل گرفته تا اینجای کار؟ ببینید، سه نقطه باید تفکیک شود. یکی این است که وجود نفس الامر مبدا وجود حضور و تشکیل و عمل فعالیت احزاب در جامعه اسلامی در کشور قبلا از کردم که از نظر شرعی اشکال نداره. به گاهی اوقات تشکیل احزاب به درجه فرد واجب میرسد. من قبلا اشاره کردم، یعنی نه تنها تشکیل و فعالیت احزاب در جامعه اسلامی معنی نداره از نظر شرعی، دلیل برای حرمت و عدم جماعت نداره، بلکه در بعضی حالات تشکیل این احزاب به درجه واجب و فرد میرسد. این عرض کردم. دوم، تجربه تاریخی فعالیت احزاب در افغانستان است. تجربه تاریخی فعالیت احزاب که از دوره دهه قرن اساسی سال 43 دوران مرحوم محمد ظاهر خان تا سال 1300 شروع شد، ما در این دوران تجربه بسیار منفی هر دو را داریم. اگر از یک طرف احزاب برای بهبودی و رشد شعور بالا بردن شعور سیاسی مردم افغانستان و انتقاد برای حکومت نقش مفید و همچنان در جهاد افغانستان در جهاد علیه شمال اتحاد جماهیر شوروی نقش مثبت ایفا کردهاند، از طرف دیگر بعضی تجارب منفی هم داشته. یقینا بعضی از اسبابی که بر اساس
قومیت بر اساس مذهب قوم زبان و بر اساس حتی احزاب خانوادگی متاسفانه برگشتیم به افغانستان و همچنان احزابی که بنا بر تمویل خارجی تاسیس میشد مثلا در سال گذشته احزاب بسیاری بودن که آمریکایی‌ها برای تمام پول میدادن پول خود را پول مصرف حس را از خارج دریافت میکردن در حالی که این جرم است یعنی از قانون یک کشور که حزب بیاد از بیرون تمویل شود همچنان احزاب بسیاری احزاب پروژه بودن یعنی کارتونی بودن نام نهاد بودن اساس بنیاد نداشتند درست آقای حسین با توجه به همین مواردی که شما اشاره کردین اما اجازه بدید که وارد کنم اما باید میان حضور برای تنظیم و بهبود کار احزاب بلندگیری از مفاسد و ناهنجاری ها باید قانون بزن شود بجای اینکه بیایم احزاب را لقمه بکنیم و منع بکنیم حکومت باید برای تنظیم اون احزاب و برای اینکه این عمل بهبود به خیر جامعه تمام شود قانون بزن کند شهود بزن کند و تا تشکیل احزاب بکنه درست به خیر جامعه سمت سو داده شود اما اگر بیت همه مردم در یک قالب در یک حزب مانند حزب حرکت طالبان در این مرحله عمل بکند و بقیه احزاب منحل شود طبعا این نماد قسمی که برای من جایز است برای شما حرام و این نظر شریف درست نیست و باید نقطه مهم دیگر این است که حکومت محترم سرپرست نباید برای تصامیم نادرست خود و غیر شرعی خود لباس شرعی ببرد یعنی برش بکند این هر تصمیم غلط را باید توجیه شرعی نکند آقای وزین درست درست در امین دل موارد که شما اشاره کردین اختلافات که وجود داشته کارکردهای احزاب سیاسی و مسائل دیگر که شما به اشاره کردین و به او پرداختین نقش احزاب سیاسی دقیقا در تحولات چهار دهه اخیر در افغانستان چی بوده و چقدر اینا نقششان بارز بوده برای فروریزی نظام ها و امین گونه نبود یک نظام درست و حسابی و بالاخره آنچه که آقای شرعی ادعا میکنه بدبختی افغانستان چقدر نقش داشته این احزاب بین تجربه احزاب در افغانستان از دهه 1343 دهه دموکراسی تا بعد تا امروز یک تجربه همه سیاه یا همه سفید نیست بلکه در این تجربه نقاط مثبت و منفی هم وجود دارد در و مثلا اینکه احزاب به واسه هم اشاره کردم اما نقش احزاب در ایجاد و بهبود و رشد شعور سیاسی مردم افغانستان نقش احزاب در مخالفت با حکومت‌های مستبد دیکتاتور مانند حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش احزاب در دفاع و حمایت از دین و عقیده و ایمان تمامیت ارضی و آزادی افغانستان در برابر تجاوز اتحاد جماهیر شوروی نقش احزاب در ایستادن در برابر در نقش بعضی از احزاب و گروه ها در ایستادن در مقابل اشغال نظامی افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا و ناتو در 20 سال گذشته و همچنان نقش احزاب برای انتقاد از حکومت و همچنان حمایت از مدافع مردم افغانستان این همه مثبت است بنابراین وجود احزاب در کشور ضروری هست از نظر احزاب قضیه نصیحت اتفاق احتساب به تعبیر شرعی و ایجاد تقدیم ارائه برنامه ها برای خیر جامعه تنافس فی الخیرات استباق در خیرات در رقابت در کار خیر به خاطر خدمت مردم و جامعه و ایجاد برنامه ها به گونه سالم در چوکات قانون که قانون را تنظیم میکند این بسیار مهم و اساسی است حکومت سرپرست به جای اینکه محدودیت ها وضع بکند باید به دنبال تدوین و ترسیم تدوین قانون اساسی برود بر اساس قانون اساسی دولت تشکیل شود در کان دولت وجود داشته باشد و از خطوط اساسی دولت و پالیسی دولت در قانون اساسی مشخص باشد بعد بر اساس آن حکومت تشکیل ساخته شود تا افغانستان از مرحله حکومت سرپرست به مرحله ثبات و استقرار سیاسی به گونه تدریجی برود و وجود احزاب در این چوکات و در این ساختار بر اساس قانون اساسی و قانون احزاب که باید ساخته شود یک نیاز مهم جامعه افغانستان است در غیر آن اگر پالیسی های حکومت امارت اسلامی و همین اتحادام ادامه پیدا کند به فارق تشبیه ما افغانستان مانده کره جنوبی می شود و یا تجربه تلخ حزب دموکراتی خلق افغانستان که همه احزاب را نقد کرد و به زندان رفتند و پلچرخی و پلیگون فرستاد در افغانستان باید تکرار می شود این کار ناشدنی نیست همه مردم تنوع و تکثر در چوکات ثوابت شرعی و ملی اساس و بنیاد است همه مردم رو شما در یک قالب در یک ذوق در یک حزب در یک فکر در یک مذهب شما گرد آورده نمیتوانید تفاوت و تنوع در اصل سنت تکوینی پروردگار سپاسگزارتان امارت اسلامی به جای ترسیخ نهج دیکتاتوری و استبداد و اختناق یعنی که همه من درست میگم و من درست ای هستم به جای این نهجی که
نهدي فرأيناه ترى وما يبوك ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بفريق التشبيه بعد إمارات إسلامية برسالة أصول أساسية بخطوط إسلام الرشاد الإسلامي زمن هاي عدالات وزيد أرضادي بيان مسئوليات براي مردم رفض عمد كنن تا مردم إحساس كنن كي واقعا مردم آزاد هستن در چوکات نظام اسلامی که رحمت است و خیر است برای بشریت یک نمونه تقدیم میکنیم به جهان که شما هم حکومت دارید و هم شما اپوزیسیون دارید و احزاب دارید که در کنار حکومت و نظام برای خیر ملت و مردم تلاش میکنند اما برای این باید کار احزاب باید قانونمند شود ما قانون باید داشته باشیم و قانون این را تنظیم میکند که هیچ حزب در افغانستان بر علیه ارزشهای اسلامی و منافع ملی مردم افغانستان ساخته نشود و فعالیت نکند بلکه عمل فعالیت از در چوکات قانون باید وجود داشته باشه. سپاسگزارتان. آقای سمکنی در شرایطی که هنوز افغانستان قانون اساسی نداره، مردم خواستهایی دارن، مخصوصا بحث حقوق بشری، بحث بانوهای افغانستان، مسئله کار، فقر و همین گونه موارد، چقدر نیاز میبینین که در شرایط کنونی با توجه به خلاهایی که در داخل افغانستان و در داخل امین نظام وجود داره، احزاب سیاسی فعالیت بکنن و از کارکردهای حکومت نظارت داشته باشن و برای اصلاحش نظر بتن و در سیاست افغانستان دخیل باشند. منن دا یوه ډېره مهمه اړتیا ده د دې په یواز چې نوي اقدامات وشي ښه به دا وي چې اولا افغانان یو ملي کنفرانس راوغواړي چې په هغه کې د لویې جرګې دپاره یعنی اجندا وړاندې کړي او له هغې نه وروسته یوه لویه جرګه راوغواړي چې په هغه کې د اساسي قانون په مورد باندې بحث وشي او کمیسیون ورته وټاکلی شي چې تر څو د هیواد دپاره اساسي قانون جوړ کړي ځکه تر اوسه پورې موږ په خلا د قانون کې یو د دې تر څنګ باید د نظام په نوعیت باندې بحث وشي چې موږ څه ډول نظام وغواړو تر څو چې افغانستان ولس رضایت پیدا کړي نو د دې په څنګ کې ما مخکې هم دا خبرې ذکر کړي چې نړیوال چې څه موږ نه غواړي البته هغو دپاره باید څنګه لاسرسی موږ ولرو لکه نشایي مواد دي همداسې د دوی په اصطلاح نړیوال تروریزم دی او د بلې خواته د افغانستان خاوره د بل په مقابل کې نه کارول دي او یو داسې حکومت چې هغه د ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي په دانې بیا بحث کېږي که وشوه چې داسې یو تشکل رامنځته کړو په هغه کې دا په خیر د افغانستان هم دی او په خیر د امارت هم دی په خیر د ټولو دی او په دې کې د نظام په د بڼې په څرنګوالي کې باید اسلامي امارت ته اطمینان ورکړلی شي چې په څنګ کې باید دغه نظام ورغولی شي ترمیم شي جوړ شي تر څو پورې د خلکو رضایت حاصل شي نو په صورت کې موږ کولی شو چې د هیواد لوړې ګټې ته تامین کړو او هغه ته پام وکړو درست آقای سمکنی با توجه به همین فرمان که آلا داده شده یا تصمیمی که گرفته شده اگر صدای اعتراض احزاب سیاسی در داخل افغانستان شنیده نشه شما میدانین که احزاب متعدد در داخل افغانستان وجود داره که تا اینجای کار فعالیت میکردن فکر میکنین که چه خواهد شد و با چه سرنوشت احزاب ملغا شده مواجه خواهد شد و این طرف این تصمیم حکومت برای حکومت چه تبعات خواهد داشت نو دغه خو اباد خو زما فکر فعل دپاره خو هر سړی باید په دې باندې فکر وکړي چې موږ په دا 15 کلونو کې یو د بل په مقابل کې راپورته شوي یو بالاخره نتیجه نه ده ورکړې ښه خبره به دا وي چې دواړه خواوې د صبر او حوصلې زغم نه کار واخلي او فکر پې باندې وشي چې که چیرې وزیر صاحب د عادلیانه هیله وکړو چې سیاسي ګوندونو مشران خپل حضور ته وغواړي یو بحث ورسره وکړي موږ ته په دې وخت کې ډېره مهمه دا ده چې زموږ ملک کورنیو جګړو ته لړ نه شي د موږ کوشش په دې وکړو چې موږ یو داسې سیاسي تشکل رامنځته کړو چې ټول افغانان ځان پکې وګوري علاوه د دې نه د خلکو ګیډې مړې کړو هغه څه چې موږ ته لومړیتوبونه دي په هغو باندې فکر وکړو او په اوس وخت کې د یوه سیاسي جریان دپاره که هغه او مشر دپاره یې لویه حوصله په کار ده افغانستان داسې نه دی لکه هر څه چې سر ته رسېدلی وي یوازې د ګوندونو د منحل کېدو مرحله رسېدلی وي افغانستان لا تر اوسه پورې په انقلابي حالت کې دی دا چې نړۍ به څه تصمیم نسی او موږ افغانان به څه تصمیم نسو لا وخت ډیر دی
مونږ به دیوی د صبر او زغم نه کار واخلو. درست، اگر بحث را جمع بکنیم، اگر بر این نظر است امارت اسلامی که با ملغا کردن احزاب سیاسی در افغانستان، حکومت و مردم و همه افغانستان به یک پارچگی میرسد، فکر میکنین که این دیدگاه تحقق پیدا بکنه و واقعا به چنین روز برسیم یا نه؟ برخلاف دیدگاه هایی که وجود داره، ملغا شدن و عدم فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان وضعیت را بدتر میکنه و بیشتر از پیش نفاق افغانی خواهد شد و چند پارچگی. نو تر اوسه پورې خو وضعیت داسې نه دی لکه موږ چې فکر کوو. وخت ډیر دی، موږ باید حوصله وکړو. په فعلي وخت کې هر حزب نه غواړي چې بالقوه ټکر سره مخامخ شي، ځکه چې تجربو ښودلې ده موږ ټکر ډیر نه غواړو، ځکه چې ټکر کې هم خیر نشته. موږ باید د خیر او فلاح دپاره په دې هیواد کې کار وکړو، ځکه ګوندونه د همدغې دپاره تشکیل شوي وي چې تر څو د لوړ د هیواد لوړې ګټې تامین کړي. نو په دې اساسو شرایطو کې ښه به دا وي چې بیا هم اسلامي امارات د داسې یوې مرجې دپاره تیاری ونیسي چې هغه ما مخکې یاده کړه لکه لویه جرګه، چې په هغه کې به د هیواد ټولې ستونزې که خدای کول حل شي او ډیره بیړه او اسره به هم نه کوو. سپاس گزارتان. آقای وزین، اگر بس را جمع بکنیم، آقای سمکنه تاکید دارند برای صبر احزاب سیاسی برای خیر و صلاح ملت افغانستان و همین گونه حکومت داری کنونی، اما میخوایم این گونه بپرسم این صبر تا چه زمان ممکن است که اجرا شود و تحمل شود و در نهایت ممنوعیت احزاب چه تبعات را در عدم توسعه سیاسی در افغانستان خواهد داشت؟ ببینید، ممنوعیت احزاب حل کردن احزاب یک فاجعه است برای افغانستان. هزارا برای دیکتاتوری و حکومت تک حزبی و تک فردی هموار می سازد. متاسفانه در فضای دیکتاتوری ما تقریبا در حالت قرار داریم که اینجا افغانستان حکومت شاهی مطلقه است، یعنی تقریبا چیزی شبیه حکومت شاهی مطلقه داریم که حتی شاهی مشروطه هم نیست. نه شورای وجود دارد، نه پارلمانی، نه مجلس، هیچ کس برای بدمزد هیچ کس پاسخگو نیست و همه امور در دست یک فرد و دفرد قرار دارد. تا این فاجعه بسرماندن مقاطع برای دختران و پانتون ها تا به نتیجه این تصمیم فردی هست و مثل تصمیم دیگر. بنابراین ما افغانستان متحمل چند پارچگی و جنگ تشرید بیشتر شده نمیتواند. افغانستان بار دیگر باید زمینه های بالقوه دوباره تشرید و جنگ باید از میان بسته شود. حکومت باید اقدامات نکند که زمینه های نارضایتی و واکنش مردم را بیشتر بسازد و این پروتکل های حکومت مردم و روز به روز حکومت برای خود و برای ملت افغانستان مردم مشکل ایجاد میکند. بنابراین این حکومت به جای ایجاد درزهای جدید باید زخم ها را التهام بدهد و مشکلات را حل کند و من گمان نمیکنم که حل احزاب منحل ساختن احزاب از اولویت های افغانستان در مرحله کلی باشد. ما باید گام های برداریم به سوی مصالحه، به سوی تفاهم، به سوی مذاکره، به سوی جمع شدن روی مشترکات اسلامی که و همچنان مشارکات ملی که برای همه مردم افغانستان از هر حزب و جریان قومی که باشند قابل محل نزاع نیست. روی مشترکات دینی و اسلامی باید ما دست به دست هم بدهیم. احزاب و حکومت باید با هم تعاون بکنند تا افغانستان از این مرحله بی‌باوری و غیر استقرار و غیر ثابت به سوی استقرار سیاسی بره. حکومت امارت اسلامی باید بیاد داشته باشد که همه چیز از طریق اعمال کلاشینکوف و زور و قوه قابل تحقق نیست. حکومت سردار داوود خان و حکومت حزب دموکراتیک خلق به مراتب از حکومت امارات اسلامی نیرومندتر بودند، قدرتمندتر بودند. مگر شما دیدید که در وقت بسیار کم در نتیجه تصادم با ملت و ایجاد نارضایتی با مردم افغانستان و سرنوشت بسیار خطرناک دچار شدند، کشور به بحران رفت. بنابراین حکومت امارات اسلامی باید به اصطلاح محلی ما سرخ نخورد، یعنی آرام آرام، قدم به قدم، با درایت قدم بردارد. باید بسنجد که هر فیصله و فرمان این حکومت برای چی تبعات و نتایج دارد. یک دولت مرد باید قبل از اینکه تصمیم خود را اعلان بکند، تصمیم بگیرد، باید صد مرتبه بسنجد که بر این تصمیم و فیصله من چی مرتب می شود، نتایج عواقب و نتایج مثبت و منفی آن چی است. اما به گونه بی‌رویه و بدون تحقیق و مطالعه فرمان صادر کردن کسی توی اطمانند یا سرپرست نسبت عدلیه سپاس گزارتان. در ساختار سال قبلی خود و
ایجاد یک اصلاحات سیاسی فراگیر و همشمول به شمول تدوین قانون اساسی به تشکیل دولت تشکیل حکومت نیاز شدید دارد. این به خیر افغانستان، به خیر ملت و به خیر حرکت طالبان و همه ملت افغانستان. سپاسگزارتان مهمانان گرامی آقایان فضل هادی وزین استاد دانشگاه و معین گل سمکنی رئیس حزب حق و عدالت از حضورتان در برنامه و از این که فرصت گذاشتین. حالا هم ادامه خبرها.